سلام، من محمد رضایی هستم، سازنده فیلم های آموزشی ریاضی و فیزیک. طی 7 سال تمام کتاب های درسی ریاضی و فیزیک از پایه 3 تا 12 برای تمامی رشته به صورت فیلم آموزشی در بردم. در سایت هم لینکاشو قرار دادم. شما اگر در کانال های من در تلگرام، آپارات، یوتیوب عضو بشید میتونید تمام این فیلم ها رو رایگان دانلود کنید. حتما عضو این کانال ها بشید. فیلم ها کامل و در سطح های مختلف هست. در سطح کتاب شروع میشه و سطح های بالاتر. تو این فیلم یه مروری داریم روی معادله درجه دوم که برای دانش آموزان متوسطه دوم برای تمامی رشته ها میتونه مورد استفاده قرار بگیره. قبل از اینکه به سوالات سخت بپردازیم، بهتره که در سطح کتاب یه مروری داشته باشیم روی معادله درجه دو. معادله درجه دو معادله هستش که درجه متغیرش توان 2 داره. کاربردهای مختلفی داره. معادله درجه دوم به تابع درجه دوم و سهمی هم مربوط میشه که خیلی درس پایه‌ای در ریاضیات متوسطه دومه. همه رشته ها دارن. سوال اول میگه اگر مساحت شکل زیر 160 سانتی متر مربع باشد، x چند سانتی متر است؟ ما میدونیم این شکل مساحتش 160 سانتی متر مربعه، اما x رو نداریم. میتونیم این شکل رو به دو تا مستطیل تقسیم کنیم به این صورت. البته میتونیم خط عمودی هم رسم کنیم، فرقی نمیکنه. یعنی اون ضلعی که 14 سانتی متر رو ادامه بدیم، اما خب من به این صورت تقسیم کردم. حالا دو تا مستطیل داریم. جمع مساحت های مستطیل شماره 1 و مستطیل شماره 2 شده 160 سانتی متر مربع. فرمولی که برای مساحت بلد هستیم، طول ضرب عرض رو ازش استفاده میکنیم و جایگذاری میکنیم. البته همونطور که گفتم، آموزش معادله درجه دوم بر اساس کتاب درسی هر کدوم از رشته ها در صفحه رشته تحصیلی در سایت هم قرار داده شده. اما خب برای کسانی که میخوان فارغ از اینکه کتاب درسی چه تمریناتی داره، یه مروری روی تمرینات مختلف معادله درجه دوم داشته باشه. S1 طول 14 سانتی متر از x میشه 14 ضرب در x 14x. S2 مستطیل پایینی طولش 13 به علاوه x، عرضش x. ساده کنیم، 13 به علاوه x ضرب در x، x میاد در 13 ضرب میشه 13x، x در x، x2. این مساویه با 160 سانتی متر مربع. یه معادله درجه دوم داریم. بالاترین درجه متغیر چیه؟ 2. برای همین بهش میگم معادله درجه 2. معادله درجه 1 هم که در پایه 7 یاد گرفتیم. ساده میکنیم، 160 میاد این سمت، منفی میشه. اگر بتونیم یک معادله درجه دوم رو از فاکتورگیری تجزیه حل کنیم، دیگه سراغ دلتا نمیریم، راحت تره. حدس میزنیم شاید بتونیم تجزیه کنیم به دو تا پرانتز. بنابراین حاصل ضرب ریشه ها 160 مجموع 27، اما تشخیص نمیدیم اون دو تا عدد چیه. 160 رو که تجزیه میکنیم میبینیم 2 به توان 5 ضرب در 5 میشه، یعنی 32 ضرب در 5. 32 منهای 5 چند میشه؟ 27. اینجا دیگه مطمئن میشیم میتونیم تجزیه کنیم.
از اونجایی که 27 مثبته، بنابراین 32، چون حاصل ضرب منفی 160، بنابراین منهای 5. مساوی با 0 قرار میدیم. جواب 2 تاست، یکی x مساوی منفی 32، یکی x مساوی 5. جواب این معادله درجه دوم 2 تاست، اما جواب این مسئله فقط x های مثبته چون طوله. پس x مساوی منفی 32 غیر قابل قبوله. برای طول ما مقدار مثبت رو قابل قبول میدونیم، بنابراین x مساوی با 5 جواب این مسئله است. اگر خواستید میتونید برای اینکه مطمئن بشید جایی بی دقتی نکردید x رو بذارید 5. میبینید که مساحت مستطیل 1 میشه 5 ضرب در 14.70، مستطیل 2 5 ضرب در 18.90 که جمعش 160 میشه. حتما اگر این سوالات براتون آسون هست فیلم رو نگه دارید، خودتون رو کاغذ حل کنید، ادامه فیلم رو ببینید آیا درست حل کردید یا نه، که همین بار اول حداکثر بهره‌وری رو از این فیلم داشته باشید. پس اگر قلم و کاغذ نیاوردید الان میتونید بیارید و این تمرینات رو حل کنید. اگرم میخواید چند تاشو حل کنید همراه من، بعد بقیه رو کامل خودتون حل کنید. ما میخواییم این معادلات رو حل کنیم. از شیوه هایی که بلد هستیم هر کدوم آسون تره. اگر میتونیم تجزیه کنیم راحت تر اینه که تجزیه کنیم. حاصل ضرب منفی 2 جمعش منفی 1، بنابراین ایکس منهای 2 در ایکس به علاوه 1. وقتی حاصل ضرب دو تا پرانتز صفره، حداقل باید یکیش صفر باشه. پس یا x منهای 2 مساوی با صفر که از اینجا x مساوی با 2، یا x به علاوه 1 مساوی با صفر که از اینجا x مساوی منفی 1. دو تا جواب هر دو هم که قابل قبوله دیگه. قسمت b رو تشخیص نمیدیم، از دلتا حل میکنیم. دلتا روش کلی برای حل معادلات درجه دوم هست. دلتا بی دو منهای 4 آسی، 7 به توان 2 منهای 4 ضرب در 5 ضرب در منهای 3 که میشه 49 منهای 60 که میشه 109. اگر دلتا بزرگتر یا مساوی با صفر باشه معادله درجه دوم جواب داره، که اگر دلتا مساوی با صفر ریشه مضاعف یه ریشه، اگر دلتا بزرگتر از صفر باشه مثل اینجا که 109 شده، بنابراین دوتا جواب داریم. یکی منهای 7 به علاوه رادیکال 109 تقسیم بر 10، یکی منهای 7 منهای رادیکال 109 تقسیم بر 10. آیا جوابا قرینه؟ نه، اصلا میتونه دوتا جواب منفی باشه، دوتا جواب مثبت. معادله درجه دوم رو اگر یاد بگیرید توی رسم سهمی ها خیلی کمکتون میکنه، که اینجا توی سوالات بعدی اشاره ای بهش خواهیم کرد. قسمت پ راحت تر این هست منهای 5 رو ببریم سمت راست، از طریق ریشه گیری حل کنید. برای حل معادله درجه دوم راه حل های مختلفی وجود داره، اما کلی ترین راه حل دلتا تجزیه هست، رسم هست که اصلا توصیه نمیشه چون باید رسم خیلی دقیق باشه، ریشه گیری و فاکتور گیری
که فاکتورگیری یه نوعی از تجزیه است. وقتی ما تجزیه رو میگیم، یعنی منظورمون به صورت حاصل ضرب نوشتن به کمک اتحاد هاست، که فاکتورگیری یه نوع خاصی از تجزیه است. مثلا شما x دو منهای 5x رو از طریق فاکتورگیری از x فاکتور میگیرید، میشه x در x منهای 5. پس اینجا ریشه گیری کردیم، رسیدیم رادیکال t دو مساوی رادیکال 9. اگر از اینجا نتیجه بگیریم t مساوی با رادیکال 9، فقط یه جواب رو نوشتیم، سمت چپ حاصلش قدر مطلق تیه، سمت راست 3. قدر مطلق تی مساوی با 3، تی در میاد مثبت و منفی 3. پس اگر از دو طرف ریشه گرفتیم به این صورت باید بنویسیم. اینجا هم همین کار رو میکنیم، فقط به جای x یه عبارت داریم 2m منهای 1. از دو طرف جذر میگیریم، از سمت چپ قدر مطلق 2m منهای 1 میاد بیرون، سمت راست رادیکال 16 میشه 4. حالا 2m منهای 1 میتونه منهای 4 باشه، میتونه 4. چرا؟ چون اگر قدر مطلق x مساوی با 4 باشه، ما میتونیم بگیم x میتونه منهای 4 باشه یا 4. فقط اینجا به جای x 2m منهای 1 نشسته، یعنی 2m منهای 1 میتونه همون 4 باشه یا همون منفی 4. که اگر 2m منهای 1 و مساوی با 4 قرار بدیم، یه جواب داریم m مساوی 5 دوم، و اگر 2m منهای 1 و مساوی منفی 4 قرار بدیم، یه معادله درجه 1 m در میاد منفی 3 دوم. قسمت 3، از دو راه حل میشه حل کرد، که یه راه حلش در کتاب سوال‌های پرتکرار ریاضی دهم، پایه دهم رشته ریاضی و تجربی، کانون فرهنگی آموزش قلمچی، که این روش استفاده کرده، روش کلاسیک، آورده سمت چپ ساده کرده، یعنی گفته x به علاوه 3 رو در x منهای 3 ضرب میکنم، سمت راستم ضرب میکنم، همه رو میارم یک سمت، مثل یه معادله درجه دوم حلش میکنم. روش دوم یه مقدار تحلیل داره، که اگر تحلیلش رو در نظر بگیریم خیلی ساده تر حل میکنیم، چون دو طرف x منهای 3 داره و این معنیش اینه که دو طرف یه عدده. اما از راه حل کلاسیک x به علاوه 3 در x منهای 3 اتحاد مزدوج x دو منهای 9 سمت راستم که ضرب کردیم، از اونجایی که 2x دو 2 ضریب بزرگتریه، x دو رو از سمت چپ ببریم سمت راست مثبت بشه بهتر. پس همه رو میاریم سمت راست، منهای 9 هم میاد سمت راست میشه 9، منهای 3 میشه 6. تشخیص میدیم اتحاد جمله مشترک، حاصل ضرب مثبت 6، حاصل جمع منفی 5. پس x منهای 2 در x منهای 3. وقتی میگیم x مساوی با 2 x مساوی با 3، یعنی دو تا جواب، هر کدوم از این دو تا
قرار بگیره در این تساوی، تساوی درسته. اما راه حل دوم، من میگم دو طرف x منهای 3 هست، یعنی یک عدده، اما آیا میتونیم بزنیم؟ چون به صورت حاصل ضربم هست، میتونیم ساده کنیم، بگیم دو طرف رو تقسیم بر x منهای 3 میکنیم. با یک شرط، بله، و اون شرط اینه که x مخالف با 3 باشه. چرا؟ چون تقسیم بر 0 تعریف نشده. اگر ما یک عدد داشتیم، دو طرف رو ساده میکردیم، عدد مشخص، اما چون یک عبارتی هست که به ازای x مساوی با 3 0 میشه، باید این شرط رو بذاریم. اگر x 3 نباشه، یه عدد میتونیم ساده کنیم. پس من شرط میکنم x مخالف با 3 و بعد ساده میکنم، میرسم به x به علاوه 3 مساوی 2x به علاوه 1. یه معادله درجه 1. از اینجا جواب در میاد x مساوی با 2. اما x مساوی با 2 جواب قابل قبولی هست؟ بله، چون x مخالف با 3 هست، ما شرط کردیم x مساوی با 2 هم به دست اومد. اما اگر x مساوی با 3 باشه چی؟ امتحان میکنم میبینم بله، تو همون معادله اول دو طرف میشه 0، پس x مساوی با 3 هم جوابه. مسئله رو تبدیل کردم به زیر مسئله، گفتم یا x 3 میتونه باشه یا x میتونه 3 نباشه، و در دو حالت بررسی کردم آیا جوابی که بهش میرسم قابل قبول هست یا نه، که دیدم x مساوی با 2 در حالتی که x مخالف با 3 هست درست، و x مساوی با 3 هم تساوی رو برقرار میکنه. پس دو تا جواب رو از این روش هم بهش رسیدم. قسمت جیمم که توان رسانی انجام میدیم و حل میکنیم. بریم سراغ قسمت چه. میدونید اگر داشته باشیم x منهای a در x منهای b مساوی با 0، میتونیم نتیجه بگیریم x مساوی با a، x مساوی با b، دو تا جواب داریم. اما اگر به این صورت همین عبارت رو داده باشن، یعنی ضرب شده شو، ما این دو تا پرانتز رو در هم ضرب کنیم، میشه x دو منهای a x منهای b x به علاوه a b مساوی با 0، که اگر جملات مشابه رو با هم جمع کنیم، منهای a x و منهای b x از منفی xش فاکتور بگیریم، a به علاوه b داخل پرانتز داریم. دیدیم جواب این معادله درجه 2 x مساوی a x مساوی b بود. a b رو میبینید حاصل ضرب همین جواب های ریشه هاست. به جواب های معادله درجه دوم ریشه های معادله درجه دوم هم میگن. a به علاوه b هم که حاصل جمع ریشه ها داخل پرانتز میبینیم. اگر نماد بسازیم برای جمع ریشه ها s، برای حاصل ضرب ریشه ها p، یعنی اگر یک عبارت درجه دوم به صورت x دو منهای s x و علاوه p مساوی با 0 داشته باشیم، میتونیم حاصل ضرب ریشه ها و حاصل جمع ریشه ها رو داشته باشیم و تجزیه کنیم. الان تمرین قسمت چه، با همین
الگو میخونه. یعنی چی؟ رادیکال دو حاصل ضرب ریشه ها، رادیکال دو به علاوه یک حاصل جمع ریشه ها. پس میتونیم بگیم یکی از جواب ها رادیکال دو، یکی از جواب ها یک. پس اگه بخوایم تجزیه کنیم میتونیم بگیم x منهای رادیکال دو در x منهای یک. یکی دیگه از روش های حل معادله درجه دوم مربع کردنه. تمرین قسمت ه رو با استفاده از مربع کردن حل کنیم. x دو منهای 6x این سمت هست، عدد 7 سمت راست. سمت چپ چی کم داریم تا اتحاد مربع دو جمله ای داشته باشیم؟ مربع جمله دوم. منهای 6 رو تقسیم بر 2 کنید میشه منهای 3، یعنی جمله دوم. مربعش رو به دو طرف اضافه میکنیم، سمت چپ اتحاد مربع دو جمله ایجاد میشه، x منهای 3 به توان دو مساوی 16 از دو طرف جذر میگیریم. x منهای 3 یه بار مساوی با 4، x منهای 3 یه بار مساوی منفی 4، که از اینجا x مساوی با 7، x مساوی با منفی 1 به دست میاد. بستگی داره معادله درجه دوممون از کدام یکی از راه حل ها ساده تر بشه حل کرد. از همون راه حل حل میکنیم. اما مربع کردن راه حل خیلی ساده ای نیست. یه مثال دیگه از مربع کردن حل کنیم که x دو ضریب هم داشته باشه. برای این به این راه حل میگم مربع کردن که اتحاد مربع دو جمله ای ایجاد میکنیم، سمت راست یه عدد، بعد از دو طرف جذر میگیریم. مثلا 2x منهای 12x به علاوه 14 مساوی با منهای 5. 2x منهای 12x. خب الان x2 ضریبش 2ه با مربع ضریب x رو نداریم. چی کار کنیم؟ میتونیم در یه عدد ضرب کنیم. در 2 اگر این تساوی رو ضرب کنیم اشکالی نداره. در 2 ضرب میکنیم تا مربع ضریب x2 ایجاد بشه، میشه 4x2 منهای 24x. منهای 5 هم اومد سمت چپ، شد 19 ضرب در 2 38. حالا میایم میگیم که این 24x دو برابر جمله اول در جمله دومه. تقسیم بر 2ش میکنیم میشه 12. یه دونه دیگه تقسیم بر 2 میکنیم تا برسیم به جمله دوم. پس یه بار تقسیم بر 2 میکنیم چون دو برابر جمله اول در جمله دوم هست. یه تقسیم بر 2 هم انجام میدیم به خاطر اینکه جمله اولمون 2x هست. میرسیم به 6. 2x منهای 6 به توان 2 برسه 4x و منهای 24x به علاوه 36 میشه، که 38 رو داریم کافیه به علاوه 2 کنیم. تساوی همون تساوی بالاست. دو رو میبریم سمت راست میشه منفی 2. آیا یک عبارتی که به توان 2 برسه میتونه منفی باشه؟ نه. پس معادله درجه دوممون جواب نداره. البته اگر دلتا هم میگرفتیم میدیدیم دلتاش منفیه. نامعادلات قدر مطلقی زیر را حل کنید و مجموع جواب آنها را به صورت بازه نمایش دهید. البته این فیلم گفتیم درباره معادله درجه دومه، اما خب نامعادلات قدر مطلقی میتونه در این
فیلمی که ساختیم هم یه اشاره بهش کنیم. اگر قدر متغیر منهای آ کوچکتر از سی باشه، یه فرمول داریم ایکس منهای آ بین منفی سی و سیه. میتونیم بگیم دو ایکس منهای یک بین منفی یک و یکه. این از کجا اومده؟ اگر قدر مطلق x کوچکتر از 2 باشه، x بین منفی 2 و 2ه. اینجا آمون چنده؟ 0. سیمون چنده؟ 2. همینطور اگر قدر مطلق x بزرگتر از 2 باشه، ما میتونیم نتیجه بگیریم x بزرگتر از 2 یا x کوچکتر از منفی 2. یعنی اگر داشته باشیم قدر مطلق x منهای a بزرگتر از c، x بزرگتر از a به علاوه c که از کجا اومد؟ x منهای a بزرگتر از c یا x منهای a کوچکتر از منفی c، میتونیم به جواب ها برسیم. حالا به هر کدوم از طرفین یک اضافه میکنیم، بعد تقسیم بر دو میکنیم. من بعضی از جاها تو فیلم یه اشتباهایی میکنم، میخوام ببینم شما زودتر متوجه میشید یا نه. البته اشتباهمو میگم. الان من یه اشتباهی کردم. دو ایکس منهای یک بین منهای یک و یک هست، گفتم یک اضافه میکنم به هر یک از این قسمت های نامساوی. منهای یک به علاوه یک میشه صفر، درست. دو ایکس منهای یک به علاوه یک هم میشه دو ایکس، یک به علاوه یک هم میشه دو. تا اینجا درست. همه یه طرف این رو تقسیم بر دو میکنم، ایکس بین صفر و یک قرار میگیره. دو تقسیم بر دو میشه یک. حالا من چجوری متوجه شدم بی دقتی کردم؟ گفتم یک عضو بازه صفر و دو که به دست آوردم هست، اما تو این نامعادله قرار میدم میشه دو منهای یک داخل قدر مطلق، قدر مطلق یک یک کوچکتر از یک نیست. بعد توی روند حل دقت میکنم، میبینم اونجا که تقسیم بر دو کردم به جای اینکه بذارم یک گذاشته بودم دو. بنابراین بازه باز صفر تا یک میشه مجموعه جواب این نامعادله قدر مطلقی که یک دوم جزء این بازه است، میبینید صدق میکنه، یعنی صفر کوچکتر از یک هست. برای امتحان درستی جواب یک نامعادله قدر مطلقی یا یک نامعادله، میتونیم چند تا عدد از اون بازه‌ای که به دست آوردیم رو در نامعادله قرار بدیم، ببینیم آیا نامساوی درسته یا نه. صفر کوچکتر از یک نامساوی درسته، چون صفر کوچکتر از یک. اما یه راه حل تحلیلی هم داره. وقتی ما میگیم قدر مطلق x کوچکتر از 3، داخل این قدر مطلق یا مثبت خودش میاد بیرون یا منفیه. صفر هم باشه که خودش میاد، یعنی x بزرگتر مساوی با صفر باشه، خود x میاد بیرون، یعنی میشه x کوچکتر از 3. تو این حالت رسیدیم به این که x بزرگتر مساوی با 0 و x کوچکتر از 3. و وقتی هم که x کوچکتر از 0 باشه، قرینش میاد بیرون، یعنی میشه منفی x کوچکتر از 3. یعنی داره از راه حل تحلیلی حل میکنیم. میگیم وقتی میگی قدر مطلق x کوچکتر از 3، دو تا حالت داره، یا x بزرگتر مساوی با 0 یا x کوچکتر از 0. تو هر دو حالت یه سری جواب داریم. بعدن اجتماع میگیریم، چون x میتونه با دکتر مساوی با صفر باشه، میتونه کوچکتر از صفر باشه. البته این راه حل برای دانش آموزان رشته ریاضی خیلی بیشتر کاربرد داره. اونا مجبور هستن خیلی تسلط بیشتری روی توابع قدر مطلقی برای رسم داشته باشن، اونجا باید حالت‌های مختلف رو در نظر بگیرن. حتی دانش آموزان رشته انسانی هم
برای رسم توابع قدر مطلقی دو حالت رو در نظر میگیرم. اما ممکنه دانش آموزان فنی اینو خیلی براشون لازم نباشه. تو حالت دومم x بزرگتر از منهای 3، x کوچکتر از 0، اجتماع جوابهای بالا و جوابهای پایین میرسیم به اینکه x تو بازه باز منهای 3 و 3 هست. باز از همین روش همون مثال الف رو حل میکنم تا دیگه کاملا ببینید این روشم به جواب میرسه. جوابی که از حل فرمولی به دست آوردیم چی بود؟ برای الف بازه باز 0 و 1 میگیم قدر مطلق 2x منهای 1 کوچکتر از 1. داخل قدر مطلق یا بزرگتر مساوی با 0 که خودش میاد بیرون، 2x منهای 1 بزرگتر مساوی با 0 یه نامعادل است. منهای 1 میره اون سمت، دو طرف تقسیم بر 2، x بزرگتر مساوی با 1 دوم. خود 2x منهای 1 میاد بیرون، کوچکتر از 1، x کوچکتر از 2. یعنی با شرط x بزرگتر مساوی 1 دوم رسیدیم به مجموع جواب x کوچکتر از 2. اشتراک این دوتا، یکی شرطمونه یکی جوابمون، با شرط اشتراکش میشه بزرگتر مساوی 1 دوم کوچکتر از 2. اما 2x منهای 1 میتونه کوچکتر از 0 هم باشه، که اینجا میرسیم به x کوچکتر از 1 دوم. اما اگر داخل قدر مطلق کوچکتر از 0 قرینش میاد بیرون، یه منها ضرب میکنیم در 2x منهای 1 میشه منهای 2x به علاوه 1 کوچکتر از 1. این نامعادله رو بخوایم حل کنیم میتونیم منهای 2x رو ببریم سمت راست، 1 رو بیاریم سمت چپ، میرسیم به اینکه x بزرگتر از 0. اینم روی محور نمایش بدیم، x کوچکتر از 1 دوم و x بزرگتر از 0. پس تو این حالت میشه بازه باز 0 تا 1 دوم. اجتماع این دو بازه‌ای که به دست آوردیم میشه مجموع جواب این نامعادله قدر مطلقی. خیلی نمیخواد رو محور تقسیم بندی ها رو دقت کنیم، مهم رعایت حدودیشه. هدف ما پیدا کردن بازه جوابه. اینجا رسیدیم به بازه باز 0 تا 2. کجا دوباره بیدقتی کردیم؟ بله اینجا هم دوباره همون بیدقتی تقسیم بر 2. اون بالا میبینید 2x منهای 1 کوچکتر از 1. شما متوجه شدید همون موقع که من داشتم مینوشتم؟ اگه متوجه شدید معنی این که حواستون به فیلم هست. پس به همون جواب میرسیم. اما بریم قسمت B. اول از راه حل فرمولی حل میکنیم، همون راه حلی که تو کتاب درسی هست. بعد میریم راه حل تحلیلی، یعنی میگیم x منهای 1 دو تا حالت میتونه داشته باشه، یا بزرگتر مساوی با 0 یا کوچکتر از 0، و بعد در هر دو حالت جواب به دست میاریم. اجتماع دو حالت میشه جوابمون. x منهای 1 بزرگتر از 1. یادتونه قدر مطلق x منهای a بزرگتر از c یه جواب میشد x بزرگتر از a به علاوه c، یه جواب x کوچکتر از a منهای c. پس یه جواب x بزرگتر از 2، یه جواب x کوچکتر از 0، که به صورت بازه x کوچکتر از 0 میشه منفی بی نهایت تا باز 0، اجتماع باز 2 تا مثبت بی نهایت x بزرگتر از 2. اما بریم از راه حل تحلیلی. یا x منهای 1 داخل این قدر مطلق بزرگتر مساوی با 0 خودش میاد بیرون، چون عدد
مثبت یا صفر خودش میاد بیرون که میرسیم x بزرگتر مساوی با 1. خودش بیاد بیرون x منهای 1 بزرگتر مساوی 1 x بزرگتر مساوی با 2. اینجا باید اشتراک بگیریم بین شرط و جوابی که به دست آوردیم که اشتراک x بزرگتر مساوی 1 x بزرگتر مساوی با 2. تصور کنیم راحت میرسیم به این که x بزرگتر از 2 مساوی نداره دیگه، پس همون x بزرگتر از 2. اون شرط x بزرگتر مساوی با 1 درسته، اما اینجا x منهای 1 بزرگتر از 1 خود اون نامادل است که مساوی نداره، اشتراکش میشه x بزرگتر از 2. اگر x منهای 1 کوچکتر از 0 باشه میرسیم به x کوچکتر از 1، از اون طرف قرینش میاد بیرون میشه منهای x به علاوه 1 بزرگتر از 1، میرسیم به x کوچکتر از 0، اشتراکش x کوچکتر از 0 و به همون جوابی میرسیم که از راه حل فرمولی رسیدیم. راه حل فرمولی رو اگر بلد باشید خیلی سریعتر به جواب میرسید. راه حل تحلیلی برای رسم شکل یا مسائلی که یه مقدار پیچیدگی داره کمک میکنه. هر چقدر تعداد راه حل هایی که برای یه مسئله یاد میگیرید بیشتر باشه، هم تسلطتون روی مفاهیم بیشتر میشه، هم اعتماد به نفستون، میتونید چک کنید ببینید تطابق جواب ها رو. حالا اگر داشته باشیم منفی 2x منهای 1 داخل قدر مطلق، میتونید از منفی فاکتور بگیرید و با 2x به علاوه 1 فرقی نمیکنه. چرا؟ چون قدر مطلق x با قدر مطلق منفی x برابره. حالا رسیدید به 2x به علاوه 1، میگید آقای رضا این فرمول x منهای a داشتیم. خب الان شما این مثبت رو میتونید دو تا منفی در نظر بگیرید، یعنی بنویسید 2x منهای منهای 1. حالا این آتون منهای 1 هست، باز میتونید از اون فرمول استفاده کنید، یعنی بگید 2x بین آ منهای c یعنی منهای 1 منهای 1 و آ به علاوه c یعنی منهای 1 به علاوه 1، که از اینجا 2x بین منفی 2 و 0 طرف این رو تقسیم بر 2 می کنیم x بین منفی 1 و 0. این هم یه مثالی که خودمون اضافه کردیم. توی ریاضی ابتکار خیلی مهمه، اما نه ابتکاری در حد اینکه مثلا یه فرمولی کشف کنیم. ابتکار رو الان شما دیدید، 2x به علاوه 1 رو تبدیل کردیم به 2x منهای منهای 1 تا بتونیم از اون فرمول استفاده کنیم. اینجا x به علاوه 1 دوم منهای 2 اومده جای همون xی که تو اون فرمول داشتیم، قدر مطلق x منهای a کوچکتر از c نشسته، c مون چنده؟ 1. پس میگیم x به علاوه 1 دوم بین a منهای c یعنی 3 منهای 1 و a به علاوه c یعنی 3 به علاوه 1. حالا همه رو در 2 ضرب میکنیم تا اون x وسط تنها بشه، بعد 1 رو از طرف این کم میکنیم، میرسیم به اینکه x بین 3 و 7، بنابراین بازه باز 3 و 7 میشه جواب. گفتیم برای اینکه مطمئن بشیم میتونیم امتحان کنیم، مثلا یه عدد داخل بازه بگیم اگر نامساوی صدق کنه، یا یه عدد خارج از بازه بگیم، مثلا صفر داخل این بازه نیست، نباید تو این نامعادله صدق کنه. صفر رو قرار بدیم میشه 1/2 منهای 3 که قدر مطلقش از 1 بزرگتره، میبینیم صدق نمیکنه، مطمئن میشیم که درست حل کردیم. البته یه عدد شاید کافی نباشه، اما اینجا مطمئنیم دقت کردیم، فقط یه دونه مثال زدیم. اما قسمت ت، همه معادلات و نامعادلات رو
روش حل حل نمی کنیم. همون ابتدا می بینیم که این جواب نداره. چرا؟ شما در نظر بگیرید به شما این نامعادله رو داده باشن، قدر مطلق x کوچکتر از منفی 1، میشینید حل میکنید، نه میگید جواب نداره چون قدر مطلق بزرگتر مساوی با صفر هیچ وقت کوچکتر از منفی 1 نمیشه. اینجا هم قدر مطلق x به علاوه 2 همواره مثبته، حتی صفر هم نیست چون به علاوه 2 داره. قدر مطلق x منهای 1 بزرگتر یا مساوی با صفر، حاصل ضرب یه عدد بزرگتر یا مساوی با صفر ضرب در یه عدد مثبت آیا کوچکتر از صفر میشه؟ نه. یعنی سمت چپ این نامساوی یا مثبت، یا اگر x مساوی با 1 باشه میشه صفر، بنابراین منفی نمیشه. جواب نداره این نامعادله قدر مطلقی. به ازای چه مقادیری از کاریشه های معادله درجه دوم زیر اعدادی گویا هستند؟ یک سوال ابتکاریه. این سوال جزء سوالات استعدادهای درخشان بوده. ما میگیم چیزی که بلدیم حل میکنیم. ما این معادله درجه دوم برای اینکه حل کنیم از راه دلتا فرمول میایم حل میکنیم. بی دو منهای 4 آسیش رو تشکیل میدیم. دو کای منهای 1 به توان 2 منهای 4 در کا در کای منهای 2. اون چیزی که بلد هستیم رو می نویسیم. میگیم به ما گفته ریشه های معادله درجه دوم زیر اعدادی گویا باشن. اول ببینیم چه ریشه هایی به دست میاد. دلتاشو تشکیل میدیم. میشه 4 کا 2 منهای 4 کا به علاوه 1. این مربع دو کای منهای 1 بعد منهای 4 کا میاد در کا ضرب میشه، میشه منهای 4 کا 2 منهای 4 کا در منفی 2 به علاوه 8 کا. ساده کنیم. 4 کا 2 منهای 4 کا 2 قرینن حذف میشن، حاصل میشه 0. منهای 4 کا و 8 کا میشه 4 کا، اون یکم هست. برای اینکه ریشه یک معادله درجه دوم عددی گویا باشه، دلتا زیر رادیکال میره دیگه، منهای بی به علاوه منهای رادیکال دلتا تقسیم بر دو آ، باید ریشه داشته باشه. 4 کای به علاوه 1 باید مجذور کامل باشه. الان شما کا رو بذارید 1 میشه 5، پس کا مساوی با 1 جواب نیست، کا مساوی با 2، دلتا میشه 4 دو تا 8 به علاوه 1 9، بنابراین ریشه داره. کا باشه 6، 4 کا به علاوه 1 میشه 25. میگید آقای رضایی این که یه نظمی نداره. منظورش این بوده که ما برسیم به این که این تفسیر رو داشته باشیم، دلتا مجذور کامله و چند تا از این کاها رو به دست بیاریم. کا مساوی با 2، کا مساوی با 6، کا مساوی با 12 و 3 تا نقطه میذاریم و اون کسی که این پاسخ رو صحیح میکنه بررسی میکنه متوجه میشه ما رسیدیم به این که کاهایی در نظرمون جواب هست که 4 کاه به علاوه 1 رو مربع کامل یا مجذور کامل میکنه که زیر دلتا ریشه عدد کامل بیاد بیرون و به ما عدد گویا بده. این سوال یه خورده تغییر دادم که سخت‌تر بشه. دو ریشه حقیقی متمایز دلتا بزرگتر از صفر باشه کافیه. اما اگر گفته باشه دو ریشه حقیقی منفی متمایز، یعنی تقریبا میتونیم بگیم نمودارش یا باید به این صورت باشه، محور ایکس رو سمت چپ مبدأ این سهمی قطع کرده، ایگرگ صفر دیگه، محور ایکس وقتی قطع میشه ایگرگش صفر، یا دهانه سهمی رو به پایین باشه. اما بازم در سمت چپ مبدأ قطع کرده باشه.
مجموع ریشه ها چی بود؟ منهای بی آم. دلتا بزرگتر از صفر، مجموع ریشه هم کوچکتر از صفر باشه، این دوتا شرط به ما جواب رو میده. AX به علاوه BX به علاوه C یک معادله درجه دوم استاندارده که اگر تقسیم بر A کنیم دو طرف رو میرسیم به X به علاوه B آم X به علاوه C آم مساوی با صفر. یادتون هست X دومن های SX به علاوه P مساوی با صفر میگفتیم S مجموع ریشه ها و P حاصل ضرب ریشه هاست. خب الان جای S منهای بیاوم، جای P سیاوم، حاصل ضرب ریشه ها سیاوم، حاصل جمع ریشه ها منفی بیاوم. برای هر معادله درجه دوم میتونیم این رو بنویسیم. دلتاش بزرگتر از صفر باشه، شرط داشتن دو جواب متمایز هست. مساوی با صفر ریشه مضاعف، دلتا کوچکتر از صفر ریشه حقیقی نداره. پس میایم شرط دلتا بزرگتر از صفر رو براش می نویسیم. دلتاش رو حساب میکنیم، بی دو منهای چهار آسی، B همون ضریب X، دو ضرب در M منهای دو به توان دو، منهای چهار ضرب در چهار M ضرب در M، M منهای دو به توان دو اتحاد مربع دو جمله ای هست، دو هم به توان دو که میشه چهار، پس چهار میاد در این پرانتز ضرب میشه، اونجا هم که منهای چهار ضرب در چهار M ضرب در M، منهای 16 M دو شد. این عبارت رو ساده میکنیم، جملات مشابه رو با هم جمع میکنیم، 4M2 منهای 16M2 میشه منفی 12M2، منهای 16M به علاوه 16. ما میخواییم دلتا رو تعیین علامت کنیم، ببینیم به ازای چه مقادیری بزرگتر از صفر هست، پس ریشه هاش رو باید پیدا کنیم، بعد میبریم تو جدول تعیین علامت. پس برای اینکه بدونیم یه عبارت در چه جاهایی مثبت در چه جاهایی منفیه یا به عبارتی تعیین علامتش کنیم، باید ریشهش رو پیدا کنیم. اگر درجه دوم باشه یه جور، اگر درجه اول باشه یه جور، اما ریشه ها رو باید به هر حال پیدا کنیم. برای اینکه این ریشه ها پیدا بشه تقسیم بر منهای چهار میکنیم تا با ضرایب کوچکتری مواجه باشیم. وقتی تقسیم بر منفی چهار میکنیم میرسیم به 3M2 به علاوه 4M منهای چهار. چون دو طرف رو تقسیم بر منفی کردیم علامت نامساوی بر میگرده. ریشه هاش دلتاشو تشکیل میدیم، 64 هست میشه منفی 4 به علاوه منهای 8 تقسیم بر 6. که اگر منهای 4 منهای 8 در نظر بگیریم، منهای 12 6 و منفی 2، و اگر منهای 4 به علاوه 8 6 هم در نظر بگیریم میشه 4 6 هم 2 3. جدول تعیین علامت بین دو ریشه مخالف ضریب x و که اینجا 3 هست مثبت، بنابراین بین دو ریشه منفی، بیشتر از 2 3 مثبت، کمتر از منفی 2 هم مثبت. اما ما میخواییم کوچکتر از صفر باشه، پس بین منفی 2 و 2 3.
اما شرط دوم اینه که مجموع ریشه ها هم منفی. چرا؟ چون گفته روی ریشه حقیقی منفی داشته باشه، ما میاییم شرط منهای بی آم کوچکتر از صفر رو میذاریم. اما ممکنه بگید آقای رضایی دوتا ریشه متمایز، یکی ممکنه منفیش از لحاظ قدر مطلقی بزرگتر باشه، مجموع منفی باشه. اما نکته مهم اینه سی آم حاصل ضرب ریشه های اینجا مثبته، پس فقط کافی منهای بی آم رو در نظر بگیریم کوچکتر از صفر. منهای بی آم میشه منفی دو ضرب در ام منهای دو تقسیم بر چهار امام کوچکتر از صفر، که در یه منفی ضرب کنیم و صورت و مخرج رو به دو ساده کنیم میشه ام منهای دو به روی دو ام بزرگتر از صفر. این چجوری تعیین علامت میشه؟ صورت ریشهش، مخرج ریشهش، میبریم جدول تعیین علامت. دو ام ریشهش چی میشه؟ صفر. ام منهای دو مساوی با صفر، ریشه صورت هم دو، میبینیم بزرگتر از دو کوچکتر از صفر مثبت. عبارت ام منهای دو به روی دو ام، اشتراک این با بازه منفی دو تا دو سوم. چجوری اشتراکش رو پیدا کنیم؟ میبریم رو محور اعداد حقیقی. نکته ای که این سوال داشت دو تا بود. اونجا رو میبینید دلتا رو تعیین علامت کردم، منهای 12 ام دو منهای 16 ام به علاوه 16 گفتم تقسیم بر منفی 4 کردم، علامت نامساوی برگشت. ریشه ها همونه اما علامت نامساوی رو دقت کنید برگشت. ما میخواستیم دلتا بزرگتر از صفر باشه، اما وقتی تقسیم بر منفی کردیم به همون چیزی میرسیم که بالا بوده، معادله همونه، نامساوی معادله همون نامساوی بالاست. دومین نکته این بود منهای بی آم کوچکتر از صفر فقط به ما میگه که مجموع دو ریشه منفیه، اما اینکه دو ریشه منفی هست باید بریم سراغ حاصل ضرب ریشه ها. سی آم ام به روی 4 ام، ام با ام میره، 1/4 بزرگتر از صفر هست. چون حاصل ضرب ریشه ها بزرگتر از صفره، بنابراین وقتی منهای بی آم کوچکتر از صفر باشه شرط مسئله محقق شده. حالا بریم اشتراک این دوتا جوابی که به دست آوردیم ببینیم چه بازه هایی میشه یا چه بازه ای میشه. منهای دو تا دو سوم، این برای دلتا بزرگتر از صفر بود و منهای بی نهایت تا صفر و دو تا مثبت بی نهایت برای شرط منهای بی آم کوچکتر از صفر. خب فقط این سمت چپ ما این اشتراک رو بین منفی دو تا صفر میبینیم که وجود داره. بنابراین اگر ام متعلق به این بازه باشه، این معادله درجه دوم دو ریشه حقیقی متمایز منفی داره. و بریم سراغ سوال آخر که تعیین علامت هست. ما برای تعیین علامت وقتی که یه عبارت کسری باشه صورت و مخرجش رو مثل همین منهای بی آومی که تشکیل دادیم ریشه ها رو پیدا میکنیم، میبریم تو جدول تعیین علامت. اینم سوال آخر که خیلی مهمه، عبارت پی را تعیین علامت کنید و محدوده ای جواب عبارت کیو را مشخص کنید. تعیین علامت پس یعنی این که بگیم یک عبارت کجا منفیه کجا مثبته. صورت و ریشه‌اش رو پیدا می‌کنیم، x منهای 1 مساوی با 0، اون عبارت درجه دوم x منهای 9 x به علاوه 14 مساوی با 0. مخرج همواره مثبته، قدر مطلق ریشه‌هایی هم که به دست میاد باعث میشه مخرج 0 بشه، عبارت تعریف نشده.
ایکس منهای یک به توان 15 مساوی با 0 همون ایکس مساوی با 1 ریشه‌شه. ایکس دو منهای 9 ایکس به علاوه 14 تجزیه میکنیم، اتحاد جمله مشترک میبریم تو جدول تعیین علامت، ریشه‌ها رو از کوچیک به بزرگ مینویسیم. ایکس منهای 1 به توان 15 برای بزرگتر از 1 مثبت، کمتر از 1 منفیه. ردیف دوم ایکس دو منهای 9 ایکس به علاوه 14 بین 2 و 7 منفی، بقیه جاها مثبت. بعد میایم ستونی ضرب میکنیم علامت ها رو، برای سه هم که علامت بی نهایت یعنی تعریف نشده رو میذاریم. اما وقتی میگه محدوده جواب عبارت کیو رو مشخص کنید، کیو یک عبارته که گفته بگیم کجا کوچکتر مساوی با صفره. پس توی جدول تعیین علامت اون ردیف پایین باید ببینیم کجا کوچکتر یا مساوی با صفر. ریشه های صورت مخرج رو پیدا میکنیم، ریشه صورت x مساوی منفی 4، ریشه های مخرج x مساوی با صفر و x مساوی منفی 1. حالا میریم ردیف های مربوط به این عبارت کسری رو تو جدول تعیین علامت تشکیل میدیم. همونطور که میبینید در مورد پی من برای ایکس منهای 27 ردیفی قرار ندادم، چون همواره مثبت بود. فقط اومدم توی آخری مرحله سه رو، عدد سه رو مشخص کردم، گفتم چون ریشه مخرجه میشه تعریف نشده، مختصرش کردم جدولو. اینجا برای ایکس به علاوه 1 به توان 10 ردیفی اختصاص نمیدم، چون همواره مثبته. مثبت که توی تعیین علامت نهایی تأثیر نداره. برای منهای x منهای 4 و منفی x تعیین علامت میکنم و بعد میام ستونی علامت ها رو ضرب میکنم. برای x مساوی منفی 1 هم آخر سر میام پایین یه علامت تعریف نشده بی نهایت میذارم، برای صفر هم همینطور. حالا میام تو ردیف پایین میبینم کجا منفی و کجا صفره. اگه بگه کجا بزرگتر از صفره، از منهای بی نهایت تا منفی 4، از صفر تا مثبت بی نهایت، اجتماع این دو بازه. اما گفته کوچکتر مساوی با صفر، پس میشه از منفی 4 بسته منفی 4 تا باز صفر. تعیین علامت عبارت درجه یکم ریشه رو که پیدا کردیم، مثلا منهای x منهای 4 بزرگتر از ریشه موافق علامت ضریب x منفی و کوچکتر مخالف. متشکرم، خدا نگهدار. آدرس سایت هم ملاحظه می کنید. امیدوارم که در کانال های تلگرام و فاراد یوتیوب هم عضو بشید. می تونید فیلم ها رو دستبندی شده همواره داشته باشید و امیدوارم که به دوستان خودتون هم معرفی کنید. به امید دیدار.